سلام، به پاپکورن مدیا خوش اومدین. ما تو این کانال درباره حواشی فیلم ها و سریال ها صحبت میکنیم. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا خیلی زود از ویدیوهای ما باخبر بشید. ویدیو میخواییم درباره سریال جدیدی که این شبها داره پخش میشه و اتفاقا هم خیلی سریال پربازیگریه و هم داستان متفاوتی داره حرف بزنیم. افرا اسم این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی محمد کامبیز دارابی و مجید مولاییه. توفیقی قبل از این سریال آقازاده رو با پرداختن به پدیده آقازادگی جلوی دوربین برده بود که حواشی زیادی هم داشت. اما این بار سراغ افرا رفته، البته با دغدغه های محیط زیستی و اجتماعی. این ملودرام اجتماعی و خانوادگی در شمال کشور و لوکیشن های مثل لنگرود، رشت، کیا شهر و زیبا کنار ساخته شده. مجموعه تلویزیونی افرا که قصه اش در فضای معاصر میگذره محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست. سریال افرا قصه یه محیطبان به نام مسعوده که با وجود برخورداری از یه خانواده مرفه به خاطر عشق و علاقه‌ای که به طبیعت داره محیطبان شده. این شخصیت با بازی روزبه حصاری که دغدغه محیط زیست داره اونقدر به کارش تعهد داره که باعث شده تو زندگی مشترک با همسرش با بازی مینا وحید دچار مشکل بشه. اما در کنار این زوج، خواهر جوانتر مسعود قرار داره که تو دانشگاه با پسری از طبقه پایین‌تر اجتماعی آشنا شده، اما پدر مسعود مخالف ازدواج اون هست. سریال افرا خرد داستان‌های دیگه‌ای هم داره، اما تو قسمت‌های اول این سریال قصه با محوریت مسعود و خواهرش پیش میره. داستان عشق پیمان و مائده اگرچه نسبت به ماجرای محیطبان قصه یکمی فرعی‌تره، اما تکراری به نظر میرسه، به طوری که ممکنه بسیاری از بیننده‌ها تو همون گام‌های اول سریال سرنوشت این دوتا جوان عاشق پیشه رو که با مخالفت خانواده‌ها به علت اختلاف طبقاتی مواجهن حدس بزنن. افرا رو میشه از زمره تجربیات نسبتاً محدود رسانه ملی در پرداختن به موضوعات محیط زیستی در قالب سریال‌های درام دونست. طبیعت و محیط زیست درسته که اهمیت فراوانی داره، اما گاهن بین موضوعات مختلف اجتماعی که تو سریال‌ها معمولاً بهش پرداخته میشه مقفول میمونه. تو این مجموعه شخصیت یک محیطبان محور قصه قرار گرفته. همونطور که گفته شد، مسعود با بازی روزبه حصاری یک محیطبان دغدغه‌منده. اون در قسمت‌هایی از افرا که پخش شده دغدغه و علاقه خودش رو نسبت به محیط زیست نشون داده و با شکار غیر مجاز حیوانات خصوصاً گونه‌های در حال انقراض مبارزه می‌کنه. با این حال مشکلاتی از قبیل نبود امکانات و کمبود نیرو باعث شده که اون لب به اعتراض باز کنه و در چند مرحله از مشکلات محیطبان‌ها بگه. احتمالاً تو قسمت‌های بعدی افرا هم از این دست انتقادات از زبان مسعود می‌شنویم. دغدغه‌های محیط زیستی رو پیشتر از کاراکترهای سریالی همچون خانواده دکتر ماهان و پایتخت به خاطر داریم. اما چالش مهم افرا تو این زمینه پرداختن بدون شعار به محیط زیست، مشکلات محیطبانان، رواج شکار غیر مجاز و مسائلی از این دسته. اگرچه سازندگان سریال در نقطه شروع عملکرد خیلی مناسبی داشتن و بازی قابل قبول روزبه حصاری هم موجب شده که این سریال در قسمت‌های اول در دام شعار نیفته. اما بازیگر نقش محیطبان یعنی روزبه حصاری درسته که سالهاست داره کار بازیگری انجام میده، اما سال 99 با بازی در نقش جواد جوادی تو سریال بچه مهندس به اوج محبوبیتش رسید و به خاطر حواشی به وجود اومده دیگه در اون سریال بازی نکرد و حالا نقش مسعود سریال افرا رو داره که محیطبانه دغدغه محیط زیست و جان حیوانات رو داره و از این طریق قالب دیگه ای از بازیش رو داره به تصویر میکشه.
مسعود تو این سریال لهجه شمالی هم داره و خب این یک محک جدی در جهت توانایی‌های روزبه حصاری به شمار میاد. پژمان بازقی در نقش وحید، مهدی سلطانی در نقش حاج محمود، مینا وحید در نقش مهتاب، اسماعیل مهرابی در نقش سیروس، پیام دهکردی در نقش وکیل دادگستری و فریبا متخصص در نقش اعظم، مادر پیمان با بازی محمد صادقی از دیگر بازیگرایی هستند که در این سریال بازی می‌کنند. ممنون که در این ویدیو هم با ما همراه بودید.